خب دوستان ارجمند، عرض شود که به ساعت 12:30 رسیدیم به وقت غرب آمریکا. وقت آن است که من ارتباط تلفنی برقرار بکنم با دوست ارجمندمون آقای دکتر مجید ناینی، در فلوریدا هستن ایشون، و با ایشون در ارتباط با مولانا صحبت کنم. خب دوستان ارجمند، همونطور که وعده کردم، ما از این لحظه در خدمت جناب دکتر مجید ناینی هستیم، یکی از واقعا افراد بسیار صاحب نظر، بسیار برجسته در مطالعات مربوط به مولانا، و این بار دوم هست که این افتخار من دارم که در خدمتشون باشیم در این برنامه به خصوص. و امروز قرار هست که در ارتباط با مولانا و این از این بود که مولانا و بیگ بنگ و مسائل علمی و از این قبیل با ما صحبت میکنن و چیزهای دیگر. خدمت جناب آقای دکتر ناینی عزیز در فلوریدا سلام عرض کردم. قربان، با عرض سلام و بعد از ظهر بخیر خدمت همه شنوندگان و هموطنان عزیز. خیلی در هر کجای این گیتی پهناور که هستند، و اجازه بدید که عرایزم را از زبان سلطان عشق آغاز کنم. که فرمود ای خدا جان را تو بنما آن مقام، کندرو بی حرف می روید کلام، تا که سازد جان پاک از سر قدم، سوی عرصه دور پهنای عدم. عرصه بس با گشاد و با فضا، این خیال هست یا بد زو نوا، تنگتر آمد خیالات از عدم، آن سبب باشد خیال اسباب غم، باز هستی تنگتر بود از خیال، زان شود در وی قمر همچون هلال، باز هستی جهان حس و رنگ، تنگتر آمد که زندانیست تنگ، علت تنگیست ترکیب و عدد، جانب ترکیب حس ها می کشد، زان سوی حس عالم توحید دان، گر یکی خواهی بدان جانب براند. ببینید در این هشت خط شعری که من برای شما خوندم، که الان به لطف و یاری حضرت عشق تا اونجایی که صدا اجازه بده بازش میکنم، و قبلا از همه شنوندگان عزیز پوزش میخوام و التماس دعای خیر دارم که من هنوز متاسفانه به علت برنامه های بسیار زیادی که داشتم و دارم تارهای صوتی ملتهبه، و از همه تون پوزش میطلبم اگر صدام به اون رساییه. خواهش میکنم، شما هر جا خسته شدید صداتون خسته شد به من بفرمایید، ما یه خورده موزیک پخش میکنیم بعد برمیگردیم سر بیانات. پاسگزار میشم. ببینید در این حدود هشت خط شعری که براتون خوندم، یک دنیا علم و حکمت را اینجا آشکار میکنه. بذارید من این شعر را از اول دوباره میخونم. بله خواهش. ببینید قبل از این که دوباره بخونم، یک سرنخ مولانا میاد هستی را در این هشت خط شعر به سه دنیای سگانه تقسیم میکنه. اول دنیای عدم. عدم یعنی چی؟ حالا انشالله این رو امروز تا اونجایی که حضرتش توفیق بشه بده بازش میکنم. عدم به معنای نیستی در دنیای قرمز یا بنفش، نیستی در دنیای حواس پنجگانه ما، و هستی در دنیاهای بالاتر حواس ما. پس ای خدا جان را تو بنما آن مقام، کندرو بی حرف می روید کلام، تا که سازد جان پاک از سر قدم، سوی عرصه دور پهنای عدم. این پهنای عدم یعنی چی؟ عرصه بس با گشاد و با فضا، وین خیال و هست یا بد زو نوا. یک دنیای بسیار وسیع و گسترده که تمام خیالات، تفکرات من و شما و آنچه که ما به عنوان دنیای فیزیکی و هست مینامیم اصلا از اونجا اومده. حالا میاد دنیای پایین تر، دنیای خیال، دنیای ارواح. تنگتر آمد خیالات از عدم،
چرا؟ به خاطر اینکه حالا یه دنیا پایین تر. زان سبب باشد خیال اسباب غم. پس این دنیای پایین تر که دنیای خیال من و شماست، یا به گفته بعضی یا دنیای ارواح هم میشه گفت، این تنگ تر از اون دنیای عدمه. دنیای پایین تر دنیای فیزیکی من و شماست. باز هستی تنگ تر بود از خیال، زان شود در وی قمر همچون هلال. میدونید که وقتی به ماه نگاه میکنید در شب، شما از این ماهتاب یک هلالی میبینید، یا از اون ماه به صورت یک نوری یا یک هلالی نگاه میکنید. باز هستی جهان حس و رنگ، تنگ تر آمد که زندانی است تنگ. حالا این دنیای فیزیکی، این دنیای هستی ما که جهان حس و رنگ و بو هم هست، تنگ تر از اون دنیای خیاله. علت تنگیست ترکیب و عدد. چون میدونید این دنیا هم دنیای ازداده، دنیای فیزیک هم دنیای اعداده. دنیای بالاتر دنیای ازداد نیست، ولی هنوز دنیای اعداد هست، و دنیای بالاتر یا عدم که وحدت وجوده، که حالا این را توضیح میده. خیشون علت تنگیست ترکیب و عدد، جانب ترکیب حس ها می کشد. زان سوی حس عالم توحید داد، عالم وحدت. بله. یعنی یکی خواهی بدان جانب برا. حالا من اینجا باید بازش کنم براتون. قبل از این که باز کنم، میخوام شاهکار این ابرمرد عشق رو ببینید. دیگرانت عشق خوانند و منت سلطان عشق. من میدونم به مولانا لقب‌های مختلفی خودم دادم و میگم به یکیش از سلطان عشق. بله. حدود 770 سال پیش باز. حالا ببینید اینجا راجع پارالل ورلد این اگزیستنس اینجا صحبت کرد. حالا میاد راجع به ویزیبل اند اینویزیبل ورلدز. قبل از اینکه من بیام اینو بازش کنم، بیام تو دنیای حواس، دنیای کوانتوم فیزیک، الکترومگنتیک، تا یادم نرفته دو خط دیگه هم براتون بخونم. بله خشم. اخترانند از ورای اجازه بدید یک ثانیه من اجازه بدید خشم بدنم. شما حتما مراقب صداتون باشید جناب دکتر. غیب را ابری و آب است، آسمان و آفتابی دیگر است. ناید الله نایدان الا که بر خاصان پدید، باقیان فی لبس من خلق جدید. همچو سرما همچنین سرما و باد و آفتاب، بر تفاوت دان و سررشته بیاب. همچنین در غیب انواع از این، در زیان و سود و در رب و قبین. رب که میدونید بحر و سود، قبین هم ضرره. اخترانند از ورای اختران. حالا راجع به اینویزیبل ورد داره صحبت میکنه، دنیایی که ما نمیبینیم. که احتراق و نحس نبود اندران، ساگران در آسمانهای دگر، قید این هفت آسمان معتبر. خب اینجا داره میدونید که معمولا این یونیورس ما رو یا دنیای هستی ما رو میگن هفت آسمان داره. اجازه بدید من اول یک کمی شروع کنم، نمیدونم اینقدر مطلب زیاده کجا، بزنید از یونیورس شروع کنم. خواهش کنم. بله. ببینید شما برید دو سایت ناسا، میبینید که آخرین پدیده ها و کشفیات علمی به من و شما نشون داده بر گفته سایت ناسا که حدود 75% این یونیورس ما از چیزی درست شده به نام دارک انرژی. بله درسته. 20% ببخشید 70% عوض میخوام، 70% از دارک انرژی، 25% از دارک ماتر، و 5% اون ویزیبل یا چیزیست که من و شما میبینیم. شما شب که به آسمون نگاه کنی، این کهکشان بی نهایت، این راه شیر رو که نگاه میکنی، اون چرا که با هابل تلسکوپ یا اون چرا که در دنیای قرمز و بنفش و
دنیای دید من و شما هست، اون 5% این یونیورس بیشتر نیست. ببینید واقعیت اینه، من و شما در زمین زندگی میکنیم، در منظومه شمسی، در کهکشان راه شیری. میدونید کهکشان راه شیری به صورت یک حلزونه و قطر این حلزون 100,000 سال نوریست و در این حلزون کهکشان راه شیری که ما در قسمت تقریبا انتهاییش هستیم، حاشیه‌اش هستیم، حدود متجاوز از 100 میلیارد یا بیلیون ستاره مثل خورشید ما توش هست. خود کهکشان راه شیری کی شده؟ دارای یک توی یک قسمت دیگه تقسیم بندیش کردن به نام لوکال گروپ کلاستر. لوکال گروپ کلاستر دو تا مرکز داره، یه مرکزش کهکشان راه شیریه که به دور آن حدود 11 کهکشان دیگه میچرخن و یه کهکشان دیگه به نام اندرومدا یا MC1 که به دور اون حدود 7 کهکشان میچرخن. لوکال گروپ کلاستر قطرش چقدر؟ 3 میلیون سال نوری. به گفته خانم پروفسور فیبر که یکی از استوفیزیستای بسیار معروف در کالیفرنیا، یه مدلی که خیلی مورد توجه قرار داره بهش میگن بابل مدل در مورد یونیورس. یعنی فرض کنید شما در یه وان آبی یک شامپو ریختید و تعداد بسیار بیاندازه حباب به هم چسبیده تشکیل شده. حالا یونیورس در این مدل حباب میگن داخل این حباب ها دارک انرژی، دارک مدر یا خالی نمیدونیم، در جدار این حباب ها ده ها و صد ها کلاستر مثل لوکال گروپ کلاستر و داخل هر کلاستر ده ها صد ها کهکشان مثل کهکشان راه شیری است و داخل هر کهکشان مثل کهکشان راه شیری متجاوز از صدها میلیارد یا بیلیون ستاره مثل خورشید ما یا بزرگتر وجود داره. عجب عظمتی. حالا به گفته آقای استیون هاکینگ، بله، حدود 13.7 میلیارد سال پیش از یک نقطه هیچ به نام سینگولاریتی یک انفجار بزرگ یا بیگ بنگ به وجود اومده و این بزرگتر و بزرگتر این هستی و این یونیورس هنوز در حال بزرگتر و بزرگتر و بزرگتر و بزرگتر و بزرگتر و بزرگتر شدنه. حدود 770 سال پیش مولانای بزرگ با چشم سرش، به گفته خودش میگه ما را به چشم سر مبین، ما را به چشم سر ببین، آنجا بیا ما را ببین کانجا سبکبار آمدم. یا مردلم را 5 حس دیگر است، حس دل را هر دو عالم منظر است، گر نبودی حس دیگر مر تو را، جز حس حیوان ز بیرون هوا، پس بنی آدم مکرم کی بودی، کی به حس مشترک محرم شدی، 5 حسی هست جز این 5 حس، آن چو زر سرخ بین حس ها چو مس، اندر آن بازار کیشان ماهرند، حس مس را چون حس زر کی خرد. و میبینید که این مرد حدود 770 سال پیش همین بیگ بنگ آقای هاکینگز را، من همین عصای شما و همه شنوندگان خودتون را به قضاوت مینشانم و ببینید که قبل از آقای هاکینگز حدود تقریبا 700 سال، متجاوز از 750 سال قبل آقای هاکینگز در چند خط این را خلاصه میکنه. آماده اید؟ بله کاملا. ما کجا بودیم کان دیان دین، دیان دین یعنی خدا، عقل می کارید اندر آب و تین، آب و گل،
چون همی کرد از عدم گردون پدید، وین بساط خاک را می گسترید. زختران افروخت و مصباح‌ها و از طبایع در طبیعت قفل با طبایع یعنی طبیعت ها. بله بله درست. قفل با مفتاح ها، problem with solution. ای بسا بنیاد ها پنهان و فاش، کرد مزمر اندر این سقف و فراش. حالا چه داستان هایی، چه حکمت هایی، چه اسراری آشکار و پنهان مخفی کرده در این سقف آسمان، در این یونیورس و در این فرش زمین. بله. حالا اجازه بدید که ببینیم اصلا عدم یعنی چی. واقعا. پس خزانه صنع حق باشد عدم، که برآورد زو عطاها دم بدم. مبدع آمد حق و مبدع ابدا کننده، درسته؟ به وجود آورنده. بله. نو آورنده. بله. بله. مبدع آمد حق و مبدع آن بود، که برآورد فرع بی اصل و سند. نیست را بنمود هست و محتشم، هست را بنمود بر شکل عدم. اینجا باید دوباره بیام تو دنیای علم، تو دنیای کون. ببینید، واقعیت هستی، واقعیت هر چیزی، همین استودیو، همین میکروفون، همین تلفنی که دست منه، هیچ کدوماش اونی نیست که من و شما میبینیم، لمسش میکنیم، بو میکنیم، درکش میکنیم. بگید چرا؟ چرا؟ برساد. اجازه بدید که از پنج حس شروع کنم. ببینید، من و شما با یونیورس، با هستی، با اطرافمون به وسیله این پنج حس حیوانی یا فیزیکی چیکار میکنیم؟ ارتباط برقرار میکنیم. همینطوره. و هر کدوم از این حواس یه محدودیت بسیار محدودی دارن. برای مثال اجازه بدید از گوش آغاز کنم. میدونید که اون سه تا استخوانی که در گوش من و شما هست، ارتعاشات هوا این پرده گوش را منتقل میکنه، این ارتعاشات به اون سه تا استخوانی که پشت اون پرده است. اینها یک جریان الکتریکی به وجود میارن و این جریان الکتریکی این را میفرسته، سیگنال ها را به مغز، و برای من و شما شنوایی حاصل میشه. خاطرتون باشه، من و شما نه با گوش میشنویم، نه با چشم میبینیم، نه با بینی بو میکنیم، نه با زبانمون، دهنمون میششیم. چیزی رو مزمزه و مزه میکنیم. همه این کارا در مغز انجام میشه. گوش من و شما امواجی رو میتونه بشنوه. گوش من و شما از 20 تا 20 هزار هرتز فرکانس یا ارتعاشات را در هوا بیشتر نمیتونه بشنوه. یعنی فرکانس در ثانیه رو بشکن هرتز. خب هر مثلا یک بفرمایید که اگه یک فرکانس، یه ارتعاشی هزار بار در ثانیه این ارتعاش بکنه، میگن فرکانسش هزار. بله درست. گوش من و شما از 20 تا 20 هزار هرتز را بیشتر نمیشنوه. بله. فیل از 1 تا 20 هزار هرتز، سگ از 60 تا 45 هزار هرتز، موش از 1000 تا 90 هزار هرتز، خفاش یا بط از 3000 تا 120 هزار هرتز. اونایتون که علاقه مندید، اگر میخواید میتونید بعداً برید روی وبسایت من www.naini.net یا www.naini.net. من راجع به این داستانایی که میگم در چند سال گذشته 7-8 تا پیپر در ژورنال ها، کنفرانس های مختلف مطرح کردم، مورد توجه هم قرار گرفته. بله بله. حالا بیام سر بینایی من و شما. تشون. ببینید، علمای علم فیزیک برای اینکه فرکانس ها، میدونید در هستی اگر از صفر تا بی‌نهایت فرضش کنیم، اومدن برای سهولت این را به 7 دسته تقسیم کرد. پایین ترینش امواج رادیویی،
بعدش امواج ماکروویو، بعدش امواج قرمز تا بنفش، بعد به معذرت خواهم امواج رادیویی، ماکروویو، مادون قرمز، قرمز تا بنفش، ما برای بنفش اشعه ایکس و اشعه گاما. در این هفت پهنای باند مثلا ببینید، برای اینکه شنوندگان توی بک‌گراندی پیدا کنن، مثلا تلفن‌های دستی شما یا رادیوهاتون با امواج رادیویی کار میکنه. ماکروویو میدونید که امواجیه که فرکانس‌هاش بالاتر از رو، هر چی به طرف بالا میری فرکانس‌ها بیشتر میشه. بله. ما حالا این قرمز تا بنفش که آر رتینا گنگلینز یا اون شبکیه من و شما، اون سلول های شبکیه من و شما که در پشت چشم، ببینی چشم مثل یک کامراست، از این نوری که از این عدسی رد میشه میاد در پشت چشم، یک پرده بسیار حساسیه به نام شبکیه یا رتینا، و اون رتینا گنگلینز چیکار میکنن؟ مثل پرده حساس این نقاطی رو که نور روش میفته اینها رو تبدیل چیکار میکنن؟ به سیگنال الکتریکی میکنن و دوباره این رو به چش میفرسن. بله. خب بله. حالا باز اینجا بعد میدونید، برای مثال میتونید حدس بزنید که چشم من و شما در هر ثانیه چند تا سیگنال به مغز میفرسه؟ من نه، شما بفرمایید. فرشون 10 میلیون سیگنال. آه واو. چشم من و شما در هر ثانیه 10 میلیون سیگنال به مغز من و شما میفرسه. حالا این رتینا گنگلینز یا شبکیه من و شما، حضرت عشق، خالق اکبر، حالا بعدن اگه خواستید من به تو میگم چرا من به خالق اکبر حضرت عشق میگم. بله خواهش میکنم. اومده این پهنای باند قرمز تا بنفش محدودترین و کوچکترین پهنای باندی بین این هفت باند فرکانسی رادیویی، ماکروویو، مادون قرمز، قرمز تا بنفش، اشعه ماورای بنفش، اشعه ایکس و اشعه گاما. ببینید مثلا زنبور عصب بیناییش توی ماورای بنفشه، مار تو مادون قرمزه. خیلی جالبه، حالا بذارید که بقیه‌ام توضیح بدم. خیلی جالبه، نرفته مطلب دستم در نرم. خیلی جالبه. ببینید بویایی من و شما هم همینطور. ما انسان حدود 40 میلیون اوفکتوری ریسپترز در این بینی من و شما هست که این اوفکتوری ریسپترز باعث میشه من و شما بوهای مختلف را بتونیم تشخیص بدیم. بله. یا درک کنیم. بازم یادتون باشه اینها وسیله مغز در حقیقت تفهیم و شناسایی میشه. این پنج حس، مثال کوچک کامپیوتری بزنم، ببینید این پنج حس من و شما مثل 5 تا اینپوت دیوایس هستن که این اطلاعات را به مغز من و شما میرسونن. و اگر بخوام باز یه مثال در همین مورد بزنم، یادتون باشه چون دکترای من توی کامپیوتر اینفورمیشن تکنولوژیه و مهندسی کامپیوتر و طراحی کامپیوتره، ببینید شما فرض کنید بدن من و شما یه ماشین، منتها یک ماشین مکانیکی، شیمیایی، فیزیولوژیکی، مکانیکی، الکتریکی و انرژی یا الکترومگنتیکس. مغز من و شما یک هاردویر یا یه سخت افزاره. مایند یا ذهن و فکر من، ذهن، ذهنیت من و شما یه سافت‌ویر. یعنی وقتی این 5 تا حس این یا 5 input devices این رو میفرسن به مغز، اونجا اون هاردویر که خود برین مغزه این رو پروسس میکنه. مثلا فرض میکنی، برای مثال میگم، بینایی من و شما وقتی دو چشم من و شما در هر ثانیه از کردم حدود 10 میلیون سیگنال میفرسن به قسمت بینایی من و شما تو کورتکس مغز من و شما، اینا در دو قسمت پردازش میشن، این دوتا یکی میشن و به همین صورتی که من و شما بعد را میتونیم، عمق و بعد را تشخیص بدیم. همتر. چون این دوتا به اصطلاح تصویری که به مغز رسیده پس از پردازش یه به یکی تبدیل میشه. بله.
اجازه بدید بیام بر مورد چشایی من و شما. ببینید انسان حدود 10,000 تیست بادز در دهن زبانش است که به وسیله اینها تیست یا ذائقه یا قوه چشایی داره. کتفیش 100,000 باد تیست داره. یا در مورد همون بویایی که عرض کردم ما حدود 40 میلیون اولفکتوری رسپترز داریم. جرمن شپرد حدود 2 میلیارد اولفکتوری رسپترز داره و به همین خاطره میبینید که یعنی تقریبا 50 ببینید 40 میلیون و 2 بیلیون اگر اونایتون که ضرب و تقسیمتون خوبه بیاید این را ضرب و تقسیمش بکنید میبینید که اگه یه صفر جلوی 400 میلیون بذارید میشه 400 میلیون. 50 برابر من و شما یک جرمن شپرد حس بویاییش قوی تره. سگ جرمن شپرد بله. درست. به همین خاطر هست که اینها میان اینها رو برای ردیابی مثلا مواد مخدر تو گمرک یا ردیابی نمیدونم افراد فراری فلان و لباس اینا رو چیزی از اینا رو میدن بو میکنه و میبینید که بعد اینها رو به دنبال ردیابی میفرستن. بله. خب همه اینا رو توضیح دادم که این نتیجه رو بگیرم. ببینید آنچرا که من و شما به عنوان یک واقعیت یا ریالیتی یا اونچرا که من و شما به عنوان یک واقعیت 100% الان جایی که نشستیم داریم با شما صحبت میکنیم میبینیم این هیچ چیزی نیست غیر از a very 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 narrow perception of reality. یک برداشت بسیار 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 به توان N محدود و معدود از واقعیت هستی. حالا شاهکار حضرت عشق رو ببینید. در یه زمان در یه مکان در یه لحظه بی نهایت دنیا یا ریالیتی و واقعیت داخل همه. فقط بستگی داره که ابزار رصد کردن، ابزار بینایی، شنوایی غیر غیر شما چی باشه. این در مورد یونیورس هم درست. ببینید شما یونیورس رو وقتی به هابل نگاه میکنید اون 5% رو که عرض کردم میتونید ببینید. وقتی با رادیو استرانومی یا وقتی با چاندرا، چاندرا میدونید که در حوزه دامنه اکس و گاما ری رصد میکنه هستی را، یا اون اولترا وایلت ساتلایتی که ناسا داره در ماورای بنفش. همین چندی پیش بود، ها یادم نیست چندین سال پیش، که پلو دست بغل گوش ما همین کهکشان راه شیری یه دانشمند اسپانیایی یه کهکشان عظیمی رو پیدا کرد که قابل دید را رؤیت یا اینویزیبل. پس بنابراین حالا برگردیم 770 سال پیش حدودا، این عاشق بیقرار، این عارف واصل، ببینید تو صحت کاش کی هستی زبانی داشتی تازه هستان پرده ها برداشتی هرچه گویی ایدم هستی از آن پرده دیگر برو بستی بدان آفت ادراک این حال است آفت ادراک آن قال است و حال خون به خون شستن محال است و محال. اگر دوست دارید این چون معناش کمی شاید مشکل باشه یا من یک پرانتز فارسی با کنم خواهشون. یا چند خطشو به انگلیسی ترجمه کنم هر جوری که نه بفهمید حتما انگلیسی بفهمید تفسیرم بفهمید خواهشون به جانم تفسیرم بفهمید انگلیسیشو بگین پارسی گو انگلیسی ابتر است عشق را خود صد زبانی دیگر است. ببینید میگه ای کاش هر وجودی هر بینگی یه زبان داشت تا خودش واقعیت هستیش را برملا میکرد از پرده بیرون میندا. هر چه که من با این زبان
که از این نفس هستی ساز من بیرون میاد میگم، در حقیقت وقتی من میخوام یه چیزی رو توصیف کنم، توصیف من پرده میشه بر واقعیت اون چیز. و اینجا مثال خوبی میزنه، آفت ادراک آن قال است حال. Explanation is detrimental to true understanding as washing blood with blood is impossible. پس بنابراین وقتی چیزی رو توصیف میکنید، امکان نداره شما بتونید که حق مطلب رو به جا بیارید، همون جوری که شستن خون با خون غیر ممکنه. برای شستن خون شما آبی چیزی احتیاج دارید. حالا یادتون باشه باز حدود همین 770 سال پیش میگه باده از ما مست شد نیما از او، قالب از ما هست شد نیما از او، ما چو زنبوری مقالب ها چمون، خانه خانه کرده قالب را چمون. ببینم شما شراب را روی آجر و سنگ و خاک بریزید مست میشه؟ نه خب. پس مستی مال من و شماست، مال شراب نیست. باده از ما مست شد نیما از او، قالب این بدن از ما هست شد نیما از او، ما چو زنبوریم و قالب ها چومون، خانه خانه کرده قالب را چومون. میدونید که عرفای ما این به اصطلاح در مورد واقعیت و هستی، یا به انگلیسی The True Reality and The Perception of Reality، این را میان چکار میکنن؟ این واقعیت یا یقین را سه دسته تقسیم میکنن: علم الیقین، عین الیقین، حق الیقین. ببینید یه موقعی هست من با اسباب و ادوات و کامپیوترها و سوپر کامپیوترها و معادلات ریاضی و غیره و غیره، همین کاری که در مورد یونیورس و علم و غیره میکنیم، به یه چیزهای پی میبرم، به این میگیم علم الیقین، درسته؟ بله بله. یه موقعی هست که من یه چیزی رو با چشمم به وضوح میبینم، به این میگن عین الیقین. عین که یعنی اینو چشم. بله خب. یه موقعی هست حق الیقین، اون چرا که ذات اقدس حضرت عشق میدونه و در زمانی لحظاتی اون دانش رو هم به بعضی ها تا اونجاش رو که بخواد میده. پس بنابراین ببینید فاصله علم الیقین، عین الیقین و حق الیقین خیلی با هم زیاده و تفاوت داره. همینطوره بله. ولی نکته جالب اینه، ببینید من و شما متاسفانه چنان اسیر این پنج حس شدیم و این پنج حس حیوانی. حالا این را میام دوباره این شعر را یه دفعه دیگه میخونم: پنج حسی هست جز این پنج حس، آن چو زر سرخ، اون پنج حس بالاتر، وین حس ها، این حس های حیوانی، میگه اون حس ها مثل تلاس، این حس های حیوانی یا فیزیکی مثل مسه، هندران بازار کیشان ناهرن. بازار اینجا به معنای دنیاست. در اون دنیایی که اون حواس بالاتر کاربرد دارن، مهارت دارن، این حسای پایینی ارزشی ندارن. مثل این که شما در بازار زرگرها مس رو عرضه کنید، اندران بازار کیشان ماهرن، حس مس را چون حس زر کی خرند. حالا حس ابدان، حس بدن، قوت ظلمت میخورد، حس جان از آفتابی میچرد، حس خفاشت سوی مغرب دوان، حس دورپاشت سوی مشرق روان. گر بدیدی حس حیوان شاه را، پس بدیدی گاو و خر الله را، گر نبودی حس دیگر مرترا، جز حس حیوان ز بیرون هوا، پس بنی آدم مکرم کی بودی، کی به حس مشترک محرم شدی. حالا من صحبتم را با این تمام میکنم. در اینجا به شما یاد میده که چطوری در دفتر دوم مثنوی میتونید به این پنج حس بالاتر دست پیدا کنید.
بله. میگه گر تو کوری نیست بر اعما حرج. اگه کوری، حالا اینجا کور به معنای spiritual blindness ها، کوری روحی و معنویه با. میگه خب ما به گفته تهرانی ها ول معطلی ورنه رو کل صبر تفتاح الفرج. اگر نه برو صبر کن تلاش. اینجا صبر به معنای صبر کاف تنها نیست، به معنای صبریست با تلاش و کوشش و جهد و به اصطلاح سعی کردن. ورنه رو کل صبر مفتاح الفرج، که این صبر و کوشش و تلاش مفتاح کلیدیست که چیکار میکنه؟ فرج گشایش میاره، کلید گشایش. بله. پرده های دیده را داروی صبر، هم بسوزد هم بسازد شرح صبر. این پرده هایی که دیده روحی معنوی وجودی من و شما رو گرفته، این تلاش و کوشش و صبر میسوزونتش. شرح صبر، شرح یعنی باز شدن سینه، شرح صبر، و در این حال باعث باز شدن سینه. البته اینجا این سینیاتون باشه، سینه و قلب به معنای فیزیکی نیست، به معنای معنوی و روحانی و روحی است. آینه دل چون شود صافی و پاک، نقش ها بینی برون از آب و خاک. حالا هم ببینی نقش و هم نقاش را، فرش دولت را و هم فراش را. حالا نه تنها نقش را میتونی ببینی، نقاشش را هم که خداست میتونی ببینی. نه تنها فرش این کره خاک ببینی، گیاه، گل، سبزی، فرش خداست. تمام این هستی، این ابر، این آسمان، این یونیورس، اینها نقش خداست. هم ببینی نقش و هم نقاش را، فرش دولت را و هم فراش را. حالا نه تنها نقش میتونی ببینی، اون چرا که آفریده میتونی ببینی، آفریدگار و نقاشش را هم میتونی درک کنی و حس کنی و بهتر ببینی و درکش کنی. بله. یه نکته دیگه هم میگم و بعد اگه خواستید میتونید از شنوندگانتون خواهش کنید، چون قول داده بودم اجازه بدید. دلم نمیاد تو اینجا که هستم، حدود 770 سال پیش باز مولانا راجع به انفجار هسته‌ای صحبت کرده. خب آفتابی دفتر ششم مثنوی میگه ما رمیت از رمیتی فتنه‌ای سطح. حالا بذارید برگردم اونجایی که مربوطه چون وقت کنم. آفتابی در یکی ذره نهان، ناگهان آن ذره بکشاید دهان. ذره ذره گردد افلاک و زمین، پیش آن خورشید چون جست از کمین. اینت خورشیدی نهان در ذره، شیر نر در پوستین بره. آفتابی خیش را ذره نمود، وندکندت روی خود را برگشود. جمله ذرات در وی محو شد، عالم از وی مست گشت و سحو شد. تا ببینم قلزمی دریایی در قطره، آفتابی درج اندر ذره. در چه دریایی، در چه دریایی نهان در قطره، آفتابی مخفی اندر ذره. و اینکه هاتف اصفهانی چند صد سال بعد میگه که دل هر ذره را که بشکافی آفتابیش اندرون بینی، از مولانای بزرگ اقتباس کرده با. آها صحیح. من اینجا صدام را استراحت میدم، حالا شما شنوندگانتون اگر مطلبی هست بفرمایید سراپا گوشم. شنوندگان ارجمند، اگر دوست داشته باشید با جناب دکتر مجید نائینی صحبتی داشته باشید، سوالی در ارتباط با مولانای بزرگ، به قول ایشون حضرت عشق یا سلطان عشق، میتونید زنگ بزنید به استودیو. یادم رفت اینو بگم، حالا ان شاء الله توضیح میدم که چرا به خدا میگم حضرت عشق. خواهش میکنم. 818 981 1200 شماره استودیو ما هست. تا خطا رو میگیرید اجازه بدید من حضرت عشق رو توضیح بدم. خواهش میکنم، بفرمایید جان.
یکی از بزرگترین این کتاب حقیر، آخرین کتاب من راجع مولانا، اسمش هست Mysteries of the Universe and Rumi's Discoveries on the Majestic Path of Love، اسرار یونیورس یا هستی و کشف. در این کتاب من حدود 70-80 مطلب از این کشفیات مولانا در جاده مطرح کردم، مثلا راجب همین نوکلیر فیزیک، راجب کوانتوم فیزیک، الکترومگنتیک، راجب فورس گراویتی، راجب بازسازی بدن، راجب شب و روز، راجب فورس گراویتی، نور و حرارت خورشید و و و و و و انشالله در سه کتاب آینده به لطف و کرامت حضرتش حدود چه 300-400 تا مطلب دیگه رو آوردم. درود بر شما. و پابلیشر من فقط تصمیم گرفته این کتاب رو از همون وبسایتی که به نام من www.naini.net اون رو میتونن تهیه کنن یا مطالب رو روی اون ببینن، یا اگر دوست دارن میتونن اسم حقیر رو گوگل کنن، مجید M-A-J-I-D ناینی N-A-I-N-I. ولی ببینید من چرا به خداوند میگم حضرتش، این رو از مولانا یاد گرفت. گفت پیغمبر که حق فرموده است، قصد من از خلق احسان بوده است، آفریدم تاز من سودی کنند، تاز شهدم دست آلودی کنند، من نکردم امر تا سودی کنم، بلکه تا بر بندگان جودی کنم، از برای عشق عالم را بساخت، ذره ها را آفتاب او نباخت، گر نبودی بحر عشق پاک را، خدا داره میگه کی وجودی دادمی افلاک را، من بدان افراشتم چرخ سنی، چرخ سنی یعنی یونیورس، تا علوه عشق را فهمی کنی، تا عظمت عشق را درک کنی، دور گردون ها، گردون اینجا یعنی گالکسیز، دور گردون ها ز موج عشق دان، ور نبودی عشق بفسردی جهان. برای همینه که حقیر به خداوند سبحان میگم حضرت عشق. بسیار قشنگ و جالب. به مولانا دیگرانت عشق گویند و منت سلطان عشق. این البته غزلی است از دیوان شمس. تراپا گوش. بله، حضورتون باشه. گوشه ایزم من خط سی رو بگیرم، بعد خط دیگری هم هست، دو نفر گوشه خدمتون باشه. خط سی بفهمه جنم. سلام از بنده است، بفهمه جنم. عرض کنم که من سعی کردم با این آقا تماس بگیرم، تلفنش از شما گرفته بودم، هر چه کردم موفق نشدم. من یک دوتا سوال دارم. بفهم. یکی داره شعری داره مولانا، احتلام انبیا از پس بود، هر که این معنی بداند کس بود. این جواب بده تا دومی را سوال کنم. همینقدر فعلا کافیه، چون شنونده دیگه هم هستن. اول اجازه بدید من از این هموطن عزیزم پوزش بخوام. ایشون شاید بدونن که این صدای من برای اینکه بتونم امروز روی رادیو، میگم روی این برنامه شما بیام، بل بل، و برنامه های بعدی رادیو 670 انشالله برم در جمعه شب آینده، یعنی همین فرایدی نایت که میاد، باور میکنید که حدود شاید در دو هفته گذشته یا به خصوص در 7-8 روز گذشته، به خصوص در یک هفته گذشته، شاید چند کلامی بیشتر صحبت نکردم. آها، بله خب. و تمام برنامه هم رو البته به جز اون قید و بندی که از قبل داشتم، و از این شنونده عزیز و همه هموطنان عزیز و مهربان من که به وسیله ایمیل و تلفن و غیره ابراز لطف و محبت و بزرگواری کردن سپاس دارم، درود به اینا میفرستم، و باید این قصور گرفتگی صدای بنده رو ببخشید و دعا کنید انشالله حضرتش شفای عاجل بده تا من خوشحال میشم با همه عزیزانم بتونم صحبت کنم. عزیزان من یادتون باشه و به گفته ابو سعید ابوالخیر، سرمایه عمر آدمی یک نفس است، آن یک نفس از برای یک هم نفس است، با هم نفسی گر نفسی بنشینی،
مجموع حیات عمر آن یک نفس است. بله. اما در مورد خطی که فرمودن، ببینید مولانا عقیده حقی را در اون، چرا مولانا در اون تشییع جنازه پرشکوهش یهودی، مسیحی، مسلمان، زرتشتی، هندو، بودایی، همه چنان میگریستن و چنان شادی میکردن و چنان گریه میکردن، هر کسی به رسم خودش، یه سده یه دی شادی میکردن و آهنگ مینواختن، یه سری گریه میکردن، شیون میزدن، که شما فکر میکردید مولانا به تمام اینها تعلق داره. ببینید مثنوی معنوی در حقیقت چیزی نیست جز تقریبا داستانهای بسیار زیادی داره از تمام پیامبران الهی و مردان و ابدال و ابرار خداوند و قصه هاش داره. میدونید که مثنوی را اگر شما سرهم بکنید مجموعه داستانهایی از بفرمایید از اکثر کتابهای آسمانی و داستان پیامبران الهی و به اصطلاح افراد خاص ابدال و ابرار، یعنی افراد خاص، مردان و زنان خدا، اونهایی که در نظر حضرتش قرب خاصی دارند و به او نزدیکتر هستند. و یادتون باشه هر کسی اندازه روشندلی غیب را بیند به قدر صیقلی. و در این شعری که این هموطن عزیز اشاره کردن، مولانا دقیقا همین را گوشزد میکنه که کسانی که به پیامبران الهی احترام میذارن و قدر تعلیمات اون را میدونن، و میدونین مثلا بهتون گفته بودم که داستانهای بسیار زیادی در مثنوی هست از حضرت نوح علیه السلام، داوود علیه السلام، سلیمان علیه السلام، موسی علیه السلام، علی علیه السلام، حضرت عیسی علیه السلام، حضرت محمد صلی الله و بزرگان عرفان مثل ابراهیم ادهم، بایزید بسطامی که نور و کرامت و لطف و عشق خدا بر همه اونها جاودان باشه. و این است که مولانا امروز سخنش جهانگیره. مولانا به تمام مذاهب، به تمام پیامبران الهی، به تمام مردان و زنان خدا با دیده احترام می نگره، همه اونها رو بزرگ می داره. و همینطور که عرض کردم در مثنوی چه قصه های بسیار شیرینی از این پیامبران و بزرگان آورده. بسیار خوب، خیلی ممنون. عرض شود یه خط دیگر هم بگیریم دیگه. نمیدونم صدا شما تا چقدر همراهی میکنه جان. حالا ببینیم که حضرتش به کجا میکشه، آن کشنده میکشد، من چون کنم. تا حالا بنده بسیار شانس آوردم که جناب علی تونستی تا این لحظه با ما باشی، چون صداتون میدونستم خیلی گرفته است. گوش حضورتون باشی. خط سه بفهمه جان. خط سه من هستم آقای جاوی. بله میدونم با شما هستم، بفهمه. سلام عرض کردم. من سوالم همین بود که سوال کردم از ایشون که مثنوی داره احتلام انبیا از پس بود، هر که این معنی بداند کس بود. جواب ندادن به من. جواب ندادن، یه همین توضیحاتی دادن. خیلی خوب بود، یعنی از قبل احترام انبیا از پس بود، یعنی احترام گذاشتن از قبل، از پیشین. اینجا پس یعنی پیشین. بعد خط بعدیش هم که مشخصه، و هر کسی که این را ندونه، درسته؟ بله. قضیه رو درک نکرده. بسیار خوب، خیلی ممنون. بعدی رو بگیریم حضورتون. خط دو بفرمایید. خط سه بفرمایید. من درود به شما آقای جاوید، آقای دکتر. بفرمایید. یه سوال داشتم، خیلی ساده. فرق بین مولانا و مولوی چی است و چگونه به اسمشون به این طوری مطرح میشه؟ بله. از رادیو گوشونم. مرسی. ببینید جناب، مولانا جلال الدین محمد ابن حسین بلخی نون از رومی. ما مولانا که خب لقب مولانا، میدونید که هنوزم در پاکستان و هند و ایران و غیره و غیره افرادی که پیش کسوتند، به خصوص در قضایای بفرمایید معنوی، دینی، روحی، غیره، میگن مولانا. بله. مولوی جلال الدین محمد مولوی
ترجمه کنید. بله. و بعضی ها او را مولانا می نامند، بعضی ها مولوی می نامند، بعضی ها رومی R-U-M-I ترجمه کنید. بله بله. اینه که بعضی ها او را جلال الدین مولوی بهش میگن، بعضی ها جلال الدین مولانا بهش میگن. همه به هر حال می دونید که اختلاف خلق در نام افتاد، چون به معنا رفت آرام افتاد. همه منظور یه شخصه، همون شخصی است که امروز در قومیه من. در بلخ در 30 سپتامبر 1207 به دنیا اومده. اون موقع یادتون باشه بلخ جزء خراسان بزرگ و جزء امپراتوری ایران بوده و محمد خوارزمشاه پادشاهش بوده و عرض کردم که پدر ایشون سلطان العلماء یا بهای ولد طبق خوابی که میبینه میگفته پسر مولانا سلطان ولد در اون اشعارش یک سال قبل از حمله مغول‌ها این طفل 11 ساله رو و تمام خانوادش رو کوچ میده از بلخ و میاد به طرف نهایتاً در همین قونیه یا قونیای امروز در کشور زیبای ترکیه ساکن میشن و در اونجا همیشون دفنه. پس بین مولانا و مولوی اختلاف چندانی از نظر لغوی میگم و از دستور زبان. عرض کردم که داستان این چیز رو میدونید، یادتون میاد اون داستان فیل در مثنوی؟ از نظرگه گفتشان شد مختلف، آن یکی دالش بخواندی آن الف. در کف هر یک اگر شمعی بودی، اختلاف از گفتشان بیرون شدی. ترجمه کنید بله. مولانا، مولوی، رومی، همه اینا به یک نفر اطلاق میشه. بله. ممنونم. خط بعدی رو من بگیرم. خط چهار بفرمه جونم. الو. بله قربان بفرمه. سلام هستی. سلام. سلام قربان. میشه لطف کنن راجب شمس یه مقداری راجب زندگی شمس توضیح بدم؟ ممنون میشم. بله خیلی ممنونم جناب. وقت داریم برای چند دقیقه بیشتر؟ میخواین دفعه دیگه درباره شمس صحبت کنیم؟ توضیح بدم که مثنوی 70 من کاغذ شد. همینطوره. بله. این صدای گرفته بنده با عرض شرمندگی. من به این هموطن عزیزم رو توصیه میکنم که عادت برای اینکه روی ایشون رو زمین نذارم، عرضم را با یک غزلی از دیوان شمس پایان میدم. بله در یک غزل که این گوینده خیلی مطالبه، ولی یه توضیح مختصر میدم برای اینکه دلم نمیاد این هموطن عزیزم سوالشون را حداقل تا حدی جواب ندم. ببینید شمس یکی از عرفای بسیار بسیار بزرگ زمان خودش و تاریخش از بشریت است و ایشون در اقصا نقاط دنیا میگشته و به اصطلاح فیض کسب میکرده و وقتی که خودش واصل میشه و مرشد میشه و عارف به اصطلاح واصلی میشه، به دنبال شاگردی میگشته که چکار کنه او را متحول کنه و یادگاری از خودش در دنیا به جا بذاره و همچنین عرضم بزرگ شما از طریق این شاگرد تعلیمات خودش را هم منتقل بکنه. و مولانا وقتی در سن 38 سالگی در قومیه شیخ الاسلام زمان خودش بوده و مرجع تقلید بوده، صاحب منبر بوده، صاحب فتوا بوده، صاحب مدرسه بوده، مورد توجه بسیار بسیار زیاد پادشاه اون منطقه علاءالدین کیقوباد سلجوقی و نخست وزیرش پروانه و وزرا و غیره و تمام اون منطقه روم شرقی بوده. در سن 60 سالگی که شمس 60 سال داشته، یک روزی میاد و دهنه اسب ایشون را در اون بازار پنبه فروشا وقتی مولانا داشته بر میگشته از درسش و طبق معمول چند صد شاگرد همیشه همراهش پیاده میرفتن و از او سوالی میکنه و گفتگوی در میگیره و این باعث تحول مولانا میشه و مولانا مدرسه و درس و همه رو ول میکنه و میره و 3 ماه در رو میبندن و شمس شروع میکنه به دادن تعلیمات خودش و بعد هم یک بار دوباره ناپدید میشه، دوباره مولانا پیداش میکنه، دنبالش میفرسه، میارتش
و بعد برای همیشه ناپدید میشه. و بهترین راه برای شناخت شمس اینه که یا مقالات شمس رو مطالعه کنید یا کتاب خط سوم رو. حالا من چون صدام دیگه داره تقریبا به نهایتش میرسه برای امروز، من یک غزلی میخونم که این غزل نمایندگی داره و دلالت داره بر این که چرا مولانا این شمس را اینقدر دوست داشته. بله. همه را بیازمودم ز تو خوشترم نیامد، چو فرو شدم به دریا چو تو گوهرم نیامد. سر خنب ها گشودم ز هزار خم چشیدم، چو شراب سرکش تو به لب و سرم نیامد. چه عجب که در دل من گل و یاسمن بخندد، که سمنبری لطیفی چو تو در برم نیامد. ز پیت مراد خود را دو سه روز ترک کردم، چه مراد ماند از آن پس که میسرم نیامد. دو سه روز شاهیت را چو شدم غلام و چاکر، به جهان نماند شاهی که چو چاکرم نیامد. خردم بگفت برپر ز مسافران گردون، چه شکست پا نشستی که مسافرم نیامد. و باز تو یک غزل دیگه بسیار بسیار معروفش که این در حقیقت دیالوگ یا برخورد مولانا و شمس. مرده بودم زنده شدم، گریه بودم خنده شدم، دولت عشق آمد و من دولت پاینده شدم. دیده سیر است مرا، جان دلیر است مرا، زهره شیر است مرا، زهره تابنده شدم. گفت که شیخی است، گفت که دیوانه نی، رو که از این خانه نی. رفتم و دیوانه شدم، سلسله بندنده شدم. گفت که شیخی و سری پیش رو راه بری، شیخ نیم پیش نیم امر تو را بنده شدم. و باز در یه جای دیگه میگه زاهد بودم ترانگویم کردی، میخواره بزم و بادجویم کردی، سجاد نشین با وقاری بودم، بازیچه کودکان کویم کردی. با یه جای دیگه باز میگه که زاهد کشوری بودم، صاحب منبری بودم، کرد قضا دل مرا عاشق و کفزنامتون. در حال با عرض شرمندگی چون صدای من شروع کرد به گرفتن و باید صدام رو استراحت بدم، به شما و همه شنوندگان عزیزتون بعد از ظهر بخیر میگم و عرض میکنم که انشالله شرح این هجران و این خون جگر این زمان تا وقت دیگر انشالله. آقای دکتر ناینی بسیار ممنونم، با علی‌رغم صدایی که داشتید، حنجراتون خسته است، تاراشتون خسته است، ولی این وقت رو ما دادید که صحبت کردید و من خودم شخصا با تمام قوای گوشی خودم تونستم و لذت ببرم و چشیدم کلمات رو از زیبایی کلام شما و از مولانا. ممنونم عزیزم، تا وقتی دیگر که وقت داشته باشید در خدمتون باشیم. شاد و سربلند و سرفراز و سلامت باشید. سپاس. و از همه عزیزانی که این صدای گرفته من را میشنوند التماس دعا دارم که هر چه زودتر دعا کنید حضرت عشق این تارهای صوتی ملتهب من را شفای کامل و عاجل بده انشالله. و انشالله در برنامه های دیگر. بله خیلی ممنونم عزیزم. دوستان عزیز www.naini.net، ناینی هم NAINI، اونجا رسالات ایشون نوشته هاشون هست، در اونجا برید ملاحظه فرمایید و بخونید و لذت ببرید. خیلی سپاسگزارم جناب ناین عزیز، خدا نگهدارتون باشه، روز بخیر، خدا حافظ. مرسی جان. با آقای دکتر مجید ناینی بودیم. من عذر میخوام، 4 نفر شنونده رو خط هستن، چراغ ما روشن خاموش میشه، درد که وقت نیست دیگه ایشون بهشون برسیم، بخاطر اینکه صحبتشون نمتارهای صوتیشون ناراحتی داشت. از قبلم گفته بودن
گفتم ممکن اگه بعد بهتر نشم عذرخواهی بکنم. خب شانس آوردیم به جای نیم ساعت حتی یک ساعت هم در خدمتشون بودیم. حتما در اول فرصت بعدی شاید دو هفته دیگر یا هر وقت که وقت داشته باشن بازم بتونیم باهاشون باشیم. یک قطعه موسیقی رو با هم گوش میکنیم بعد برمیگردیم برای سایر مطالب. دیوان را همی بندم زبان عشق میدانم سلیمانم به جان تو تو تا پنهان شدی از من همه تاریکی کفرم تو تو پیدا شدی بر من مسلمانم به جان تو آبی خوردم از کوزه خیال تو درو دیدم اگر یک دم زدم بی تو پشیمانم به جان تو جان تو که هر بندی که بربندی بدرانم به جان تو اگر بی تو بر افلاکم چو ابر تیره غمناکم وگر بی تو به گلزارم به زندانم به جان تو سماع گوش من نامم سماع گوش من جامم امارت کن مرا حافظ که ویرانم به جان تو وید جان قربانی و پیشت آشقان قربان به پاش در مطبخ خیشم که قربانم به جان تو دوستان عجبن آنچه که شنیدید با صدای علیرضا عصار بود به نام به جان تو آهنگ بسیار زیبا که شنیدید با اشعاری از مولانا بود.